سرانجام بازی های جام ملت های آسیا شروع شد با یک شروع طوفانی برای میزبان در استرالیا. با توجه به بازی تدارکاتی که ایران و عراق با هم داشتن، شما وضعیت تیم ملی رو چطور ارزیابی میکنید؟ و نظراتتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم. مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا، برنامه ورزشی. سرانجام 16مین دوره جام ملت‌های آسیا ساعتی پیش در استرالیا آغاز شد با یک شروع طوفانی برای میزبان. 4-1 از صد کویت گذشت. اما پیش از اون تیم ملی ایران برای ما موضوع این برنامه امشب ماست و بازی تدارکاتی که پیش از آغاز بازی ها در استرالیا با تیم عراق انجام داد و با یک گل به پیروزی رسید. بیاین روی خط از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ و توییتر و پیامگیر برنامه دیدگاهتون رو در مورد وضعیت تیم ملی ایران، جام ملت های آسیا و اینکه آیا ایران شانس صعود داره. در ادامه برنامه همکارم آقای مجید وارث هم از استرالیا به ما ملحق خواهند شد. اجازه بدین گزارش رو که همکارم بابک شاهی آماده کرده با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به ادامه برنامه با دیدگاه شما. تیم ملی فوتبال ایران در میان استقبال هواداران ایرانی وارد شهر ملبورن شد، جایی که ایران باید یک شنبه در نخستین دیدار خود به مسافت تیم ملی بحرین برود. تیم ملی اولین جلسه تمرینش رو در هوای گرم ملبورن برگزار کرد. شاگردان کارلوس کیروش که در رنکینگ فیفا بهترین تیم آسیایی هستند، در اولین بازی روز یکشنبه به مسافت بحرین خواهند رفت. ایران بعد از جام جهانی و تا قبل از شروع این بازی ها تنها دو دیدار تدارکاتی رسمی در برابر کره جنوبی و عراق داشته. کارلوس کیروش سرمربی سابق رئال مادرید اما به دنبال بهانه جویی نیست. هیچ بهانه، توضیح و ترسی نباید داشته باشیم. با روحیه تیمی که تا حالا از خودمون نشون دادیم نتایج خوبی خواهیم گرفت. در وبسایت جام ملت‌های آسیا با اشاره به اینکه کیروش پس از جام جهانی برزیل تا آستانه جدایی از تیم ملی ایران هم پیش رفت، از قول او نوشته کمبود بازی تدارکاتی به قمار شبیه است. اشکان دژاگی اما به رغم این کمبودها ایران رو آماده حضور قدرتمند در این مسابقات میدونه. فکر میکنم تیم ما آماده است. بازی خوبی جلوی عراق داشتیم. ما اون بازی رو با جنگندگی بردیم. میدونم که بحرین تیم خوبی، اما ما برای بازی روز یکشنبه آماده ایم. ایران در مرحله گروهی جام جهانی برزیل با 2 باخت و 1 تساوی حذف شد. اما کیروش عقیده داره این دو میدان قابل قیاس نیستند. این مسابقات کاملا متفاوته. اینجا رقابت بین تیم‌های آسیاییه. هر تیمی نقاط ضعف خودش رو داره، همچنین نقاط قوت. ما سعی می‌کنیم که بهترین نمایش رو داشته باشیم. ایران در نخستین بازی یکشنبه 21 دی ماه در ملبورن به مسافت بحرین میره. سپس با قطر قهرمان جام خلیج فارس روبرو میشه و در آخرین دیدار مرحله گروهی هم با امارات در بریسبین پیکار خواهد کرد. بابک شوایی، صدای آمریکا. دوستان، امروز برنامه روی خط به شما تعلق داره. از همین الان میتونید از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط 202-382-7205 نظرات خودتون رو در برنامه منعکس کنین. منتظرتون هستیم. برمیگردیم به مسعود و میهمان برنامه و همینطور تلفن ها و اسکایپ. مسعود،
بله همونجور که اطلاع دارید حتما دنبال کردین، استرالیا بازی افتتاحیه رو با کویت 4-1 با یک نتیجه طوفانی و غیر قابل پیش بینی آغاز کرد، اما تیم ایران روز یکشنبه به مسافه بحرین خواهد رفت همونجوری که در گزارش ها بود. اگر آقای وارث آماده باشن، آقای وارث سلام میکنم به شما و خسته نباشید میگم. آقای وارث بفرمایید از افتتاحیه اول اگر موافق باشین یک کوتاه افتتاحیه و بازی استرالیا قابل پیش بینی بود. درود بر شما آقای سفیری عزیز، خانم ایران دوست، همه بیرانگر عزیز ساعت هاست که مشغول روز اول مسابقات جام ملت‌های آسیا هستیم که با دیدار کویت و استرالیا شروع شد. قبل از اون مراسم افتتاح بود که زیبا بود و ساده. زیباییش در این بود که شادی رو به استادیوم آورد، اون چیزی که همیشه من خیلی علاقه دارم که ورزش با هنرمندان در واقع ترکیبی رو درست کنن، به خصوص توی این مراسم افتتاح مسابقات مختلف، و یک استادیومی رو، یه مردمی رو که با شوق و ذوق آمدن رو شاد بکنن، و این اتفاق افتاد. بسیار رنگی بود، رنگ‌های فوق‌العاده زیبایی رو من تو همش عرض کردم، بسیار ساده بود چون بودجه به هر حال اینجا کم است و حساب و کتاب دارد، اما زیبا بود. اما بپردازیم خیلی مختصر به بازی استرالیا و کویت، که استرالیا من خودم فکر نمی‌کردم که اینقدر خوب بازی بکنه، یعنی حتی بسیاری معتقد بودن که استرالیا ممکن از گروهش هم بالا نیاد. درسته که در جام جهانی این تیم چند تا بازی خوب کرده بود، به خصوص در مقابل هلند که زیباترین گل‌های جام جهانی رو تیم کهیل به ثمر رسونده بود، ولی کلاً آقای پاستاکوگلو که مربی بومی هست، مربی استرالیایی هست، و خیلی‌ها به هر حال گفتن که همون بحثایی که همیشه حول و حوش مربیان تازه است، گفتن که شاید برای این کار مناسب نباشه با وجود اینکه در مسابقات باشگاهی بسیار موفق بوده، ولی استرالیا کمتر پیش آمده بود که من ببینم که یک تیمی 90 دقیقه روی حریفش در حد کویت سوار باشه، علارغم اینکه در دقیقه 8 این دیدار به طور غیر منتظره‌ای دروازه‌اش باز شد، و این رو من شاید به حساب هرچی که بذارم در صدرش این هست که پاستاکوگلو وقتی که دید در جام جهانی و بازی‌های تدارکاتی بعدیش چندان با چهره‌های قدیمیش موفق نیست، دلو به دریا زد و در این مسابقه به خصوص خط میانیش رو تغییر داد و ماسیمو لوانگو، بازیکن اندونزیایی ایتالیایی که البته متولد سیدنی هست، رو به بازی آورد، و جیمز ترویسی رو که هر دوی اونا نه تنها گل زدن، به خصوص یار شماره 21 لوانگو فوق‌العاده بود و همه حرکت‌های تیم استرالیا رو مدیریت کرد و نقش بسزایی رو داشت در این پیروزی بسیار پرگل و ارزشمند. و حالا کم کم این تیم نشون میده که چرا جزو 4 تیمی هست که بنگاه‌های شرط بندی مردم اینا همه معتقد هستن که 4 تیمی هستن که به مرحله نیمه نهایی مسابقات خواهند رسید. ممنونم آقای وارث. اما سوالی که موضوع برنامه امشب ما هست، موضوع محوری در واقع بازی تدارکاتی هست که تیم ملی ایران با عراق برگزار کرد. من اگر که از خاطر نبرده باشم شما منتقد این بازی بودین هفته گذشته پیش از آغاز بازی، اما به هر صورت این بازی برگزار شد و تیم ایران با تک گل از سد عراق گذشت در استرالیا، یک حریف تمرینی، البته اگر اسمش رو بذاریم حریف تمرینی قدر. چه جوری میشه ارزیابی کرد با توجه به اینکه شما خودتون هم در نشست خبری با آقای کارلوس کیروش حضور داشتین، فکر میکنین که از تیم راضی بود، از بازی راضی بود؟ من فکر میکنم باید راضی باشه. البته من اشاره خیلی مختصر بکنم، دلیل انتقاد مختصری که من از برگزاری این بازی کردم، هنوزم من اون دلیل رو دلیل موجه میدانم، به خاطر اینکه بسیار محتمل است که چنانچه، چون در گروه عراق من فکر نمی کنم جز ژاپن تیمی اول میشه، در گروه ما هم به نظر می آید که ایران شانس اول هست، در نتیجه در اون گروه احتمالا عراق باید قاعدتا یا عراق یا اردن دوم بشن، و خب در یک چهارم نهایی تیم اول گروه ما با دوم اون گروه بازی میکنه که به احتمال زیاد این بازی تدارکاتی دوباره تکرار خواهد شد، و شاید شرط بلاغ نبود که این کار انجام بشه. اما
کیروش یه مقدار منم سورپرایز کرد، یعنی کیروش هم تقریبا غیر از مهرداد پولادی همه یارانی که به نظر میاد به نوعی یاران ذخیره هستن یا یارانی هستن که حداقل در جام جهانی جزو یاران فیکس تیم ملی فوتبال ایران نبودن رو وارد زمین کرد و او هم چنین نگاهی رو احتمالاً داشته. در نتیجه یک بار دیگه اون نشون داد که این مسائل رو قطعاً در نظر میگیره. اما به نظر من روی اون بازی نمیشه خیلی حساب کرد، چون که و یه مقداری شاید دردسرهای تازه‌ای رو به ذهن کیروش آورده. در اون مسابقه حداقل 4 بازیکن ما هستن که من اعتقاد دارم میتوانند جای مهره‌های قدیمی‌تر تیم ایران رو بگیرن. ضمن اینکه نتیجه اون مسابقه خیلی قابل تکیه نیست، یعنی اساساً شاید هیچ کشوری این فشار روی تیمش نمیگذاره به اندازه ایران که حتی بازی تدارکاتی رو ما تماشاگران خیلی جدی میگیریم نتیجهشو. این رو درست در زمین مسابقه این استرس رو در تیم ایران ما میدیدیم. بازی تدارکاتی قرار نیست استرس داشته باشه. عراق رو من ریلکس تر دیدم، اما این بازی به نظر من به کیروش نشون داد که 3-4 تا بازیکن خیلی خوب داره که میتونه به طور جدی جزو 11 نفر اولش وارد زمین بکنه. آقای وارث ممنونم، از همینجا اجازه بدیم که ما بحث رو ادامه میدیم، سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی، برمیگردیم به شما و تلفن‌ها. صدا تویتش نوشته بازوبندهای ویژه مسابقات جام ملت‌های آسیا رونمایی شد که تصویر این بازوبندها رو به اشتراک گذاشته. میگه روی این بازوبندها شعار بیشتر از 60 دقیقه نوشته شده، همونطور که می‌بینین. یه نگاهی هم می‌کنیم به فیسبوک برنامه روی خط. یکی از کاربرانمون به نام نسیم میگه من که اصلاً امیدوار نیستم، همه حریفا چندین بازی تدارکاتی داشتن، ایران فقط یک بازی تدارکاتی داشته. میلاد یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک روی خط میگه در بهترین حالت هم نمیشه امیدی به تیم ملی داشت، فوتبال سیاسی جایی برای پیشرفت نخواهد گذاشت. این مسئله رو برخی از کاربران بهش اشاره کرده بودن مثل هفته گذشته. کاربر دیگه هم به نام فری میگه کویت، اردوی، کرواسی و آلمان رفته بود و این سرنوشتش در برابر استرالیا شد، اما ایران بی تردید پدیده جام خواهد بود به امید قهرمانی. بیایم سیاست رو از اندیشه هامون در این باره به دور بندازیم. پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط هم هست، 202-382-7205. منتظر پیامهاتون هستیم، بیایم و در برنامه نظرات خودتون رو منعکس کنین. مسعود. بله، مکاویز از کرج با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. آقای طبیلی بفرمایید. میخواستم بگم که خوشبختانه بازی ها شروع شد، ولی امروز استرالیا انقدر خوب بازی کرد واقعا ایرانی ها فکر کنم باید یه ذره توکل کنن که بشه این بازی ها رو لفت. واقعا امروز من شنیدم استرالیا انقدر گل زده تعجب کردم، اما خب این چیزی که هستش ما امید داریم که به قول قدیمی‌های فوتبالمون با سیستم علی اصغری شاید بتونیم یه بازی‌های خوبی بکنیم، چون واقعا اینا هیچ بازی تدارکاتی رو نکردن، ولی خب یه شانسی اول بازی ها آوردن این بوده که یه گروه یکم راحت افتادن و این امید رو داریم حداقل تا نیمه نهایی اگه بتونن برن، چون بعد اون بازی های خوبی که توی جام جهانی دیدیم واقعا امید داریم که به همون سبک و سیاق برن و بتونن از مکاویز. ممنونم که اومدی روی خط و برنامه های ورزشی رو دوست داری و دنبال میکنی. مهدی از ایران روی خطیم، بفرمایید. مهدی از ایران. مهدی صدای منو میشنوین؟ شما روی خطیم، بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام. سلام. با سلام خدمت شما و همکارای محترم و میهمان محترم برنامه جناب آقای وارث.
با توجه به اینکه فوتبال یه ورزش تیمی هست و برای رسیدن به یک موفقیت قابل توجه در هر تورنمنتی باید به پارامترهای مختلفی رو در نظر گرفت تا یک موفقیت پدید بیاد، چون قهرمانی یک اتفاق یا معجزه نیست و این بدیهی است که موفقیت هر تیم در هر تورنمنتی اگه ماها قبل از شرکت در اون رقابت محاسبه و برنامه ریزی مناسب نشده باشه، چه از نظر کادر مربی، چه از نظر بازی‌های تدارکاتی و چه از نظر جذب و فیکس کردن بازیکنان و همینطور آنالیز تیم‌های حاضر مؤثر نمیشه. و این درسته که آقای کارلوس کیروش مربی بزرگیه و میشه گفت که تنها مربی پرآوازه نسبت به مربی‌های دیگه تیم‌های حال حاضر در سیدنی هست و به نظر بنده این آقای کارلوس کیروش رو سخت‌تر هم کرده، چون انتظارها از ایشون بالاتر هست، بالا رفته، ولی بیاید منصفانه قضاوت بکنیم و ببینیم چه امکانات و ابزارهایی در حد و اندازه‌های آقای کیروش و بازیکنهای تیم ملی در اختیارشون گذاشتیم. شما ببینید از جام جهانی برزیل تا به حال تیم ایران چند تا بازی تدارکاتی انجام داده، چند تا اردو رفته. مهدی ممنونم که اومدی روی خط. بله، بازی های تدارکاتی و کمبود امکانات یکی از مواردیه که همه کارشناسان و همه فوتبال دوستان به اون اشاره میکنن. ما حتما با آقای وارث این رو دنبال خواهیم کرد. اجازه بدیم یک بعد از یک تنفس این بحث رو ادامه بدیم با هم. برام همیشه مهم بود که در فرم هنری غربی داستان‌های شرقی، داستان‌های از ایران بیارم. در حال این داستان‌ها داستان‌های جهانیه. این کشمکش بین هنر و ثروت یه داستان خیلی عمومی و جهانیه. پرهام از کاربران توییتر نوشته پیشبینی میکنم تیم ملی فوتبال ایران حداقل یکی از 4 تیم مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیای 2015 باشه. در فیسبوک هادی از کاربرانمون میگه با توجه به بازی‌های تدارکاتی و عدم هماهنگی متاسفانه امیدی به موفقیت در جام ملت‌ها نیست. حسین یکی دیگه از کاربران میگه از لحاظ فردی ما بازیکنان خوبی داریم اما از لحاظ هماهنگی متاسفانه تیم مشکل داره. و فیفا هم نوشته چون زیربنایی کار نمی کنیم نباید انتظار پیشرفت اصولی هم داشته باشیم، تنها میتونیم به همت بالای پارسیان ببالیم. یکی از کاربران اینستاگرام به نام رسول نظر برامون گذاشته، میگه عادت اکثر خیلی از ما اینه که میخوایم با کمترین زحمت و خرج بیشترین افتخار رو به دست بیاریم و در یک کلام پرتوقع هستیم. به نظر من در اوج خوشبینی سومی و یا چهارمی در آسیا میشیم. اجازه بدید نگاهی هم بکنیم به سایت football.ir که گزارش‌های متفاوتی درباره تیم ملی منتشر کرده. به نقل از سایت نیوز تاک که تحلیل کرده تیم ملی رو، گفته به خاطر حضور کارلوس کیروش روی نیمکت تیمی بسیار سازمان یافته هستن تیم ملی ایران که خیلی سخت شکست میخوره. در این گزارش اومده درسته که 4 سال دیگه تا برگزاری جام جهانی بعدی باقی هستش و برای تماشای مسابقات جام ملت‌های اروپا باید 18 ماه صبر بکنیم، اما اگر بخوایم یک تورنمنت فوتبالی بین‌المللی رو ببینیم میتونیم روی جام ملت‌های آسیایی 2015 حساب بکنیم. مسعود. بله، رضا از کرج روی خط هست. این کوتاه لطفاً بفرمایید که آقای وارث هم بتونن از وقتشون استفاده کنیم. بفرمایید. سفیری عزیز و همچنین خانم ایران دوست و استاد عزیز آقای وارث، من میخوام یه جوری برعکس این عزیزانی که اومدن همشون از بازی های تدارکاتی ایراد گرفتن، گفتن تیم ملی بازی تدارکاتی انجام نداده و این خب یک نکته مهمی هست و
ولی آقای سفیری، من میخوام دوستان فوتبال دوست رو ارجاع بدم به دو دوره قبل، یعنی دوره 14 جام ملت‌های آسیا. یادتون باشه تو اوج جنگ تو عراق بود که عراق اومد با همون تیمی که جنگ زده بود و اینا اومد قهرمان آسیا شد. به نظر من تورنمنتی که توی آسیا برگزار میشه یه جوری متمایزه، یعنی کلا جدا از تورنمنت‌هایی که توی اروپا و حالا آمریکا انجام میشه. به نظر من شانس و یک روحیه احساسی توی این بازی‌ها خیلی مهمه و من احساس میکنم که تیم ملی ایران هم این دوره این دوتا فاکتور رو داره، هم شانس رو داره هم از یک روحیه احساسی بالایی برخورداره. و اینکه حالا خیلی ایراد میگیرن از نداشتن بازی تدارکاتی و یا نداشتن کمبود اردوها، من احساس میکنم با وجود آقای کیروش که یکی از بهترین مربیای جهان هست و الان در تیم ملی مشغول به کار هستن و با وجود تیم ملی که یک نسلی تو این تیم ملی هست که ممکنه خیلی هاشون تو دوره بعد تو جام ملت آسیا و جام جهانی نباشن، این تیم میتونه خیلی موفق‌تر از اون چیزی باشه که روی کاغذ الان دارن کارشناسا. ما هم امیدواریم. اجازه بدین که رضا، آقای وارث، به هر صورت الان تیم به نقطه پیش از آغاز رسیده، در واقع روز یک شنبه بازی شروع میشه. واقعا در چه شرایطی تیم ایران؟ تیم ایران در این پرام به نظر من در بهترین شرایط ممکن هست، یعنی ما باید همه امکانات، و این امکانات هم فقط در بازی تدارکاتی خلاصه نمیشه. شما اگه بازیکن خوب نداشته باشید 50 تا بازی تدارکاتی هم بکنید کار به جایی نمیرسه. ما به یک تیم رو فاکتورهای مختلفی رو براش قائل هستیم تا ببینیم این تیم آیا در شرایط مساعد و خوبی هست یا نه. سرمربی تیم یکی از فاکتورهای بسیار مهمه که همونجور که همه دوستان معتقد هستن آقای کیروش، به هر حال ما بهتر از ایشان نداشتیم، به نظر من بهتر از آقای کیروش هرگز به فوتبال ما نیامده. این که یک، و ایشان در استرالیا هم به عنوان یک شخصیت تراز اول مطرح است. این اون چیزی که منتها آقای کیروش، شاید یکی از اشکالاتی که من به کار ایشون بگیرم این است که آقای کیروش در واقع کمک نداره. مثلا دوستانی که دور ایشون هستن بیشتر حالت کارمند ایشون رو دارن تا حالت کمک مربی یا به هر حال این نکته مهمی است که حداقل من از زمانی که ایشان تیم ایران به استرالیا آمده و تمرینات رو دنبال میکنم به نظرم نقش‌ها آنچنان نقش‌های تربیتی یا کوچینگ کردن برای غیر از آقای کیروش من ندیدم. اما ما باید ببینیم که این نسلی که آمده و بسیاری از این بازیکنان رو به هر حال به نظر من آقای کیروش با تیزهوشی برداشته، امیدوارم که این تیزهوشی رو بیش از پیش نمایش بده و تقریبا مطمئنم که نمایش میده، که به خصوص با نتیجه‌ای که تیم استرالیا گرفت بازیکنان جوان تازه ای رو حداقل همونجور که عرض کردم، این نکته رو باز من تکرار میکنم، مهم هست که مهم به نظر من نمیخواستم اسم بیارم ولی مهم هست که امید ابراهیمی بهش میدان جدی داده بشه، و اگر داده نشه من فکر میکنم که پشیمونی حاصل بشود. ما باید مجموعه شرایطی که تیممون داره، اونم در آستانه این مسابقه که کمتر از 48 ساعت دیگه بهش مونده، من فکر میکنم این تیم جز این که ما باید انتظار داشته باشیم که با یک بازی خوب در سطح آسیا نشان بدهد که ما مطرح هستیم، هیچ انتظار دیگه هم ازش نباید داشته باشیم. آقای وارث سپاسگزارم، همینجا بمانید، ما برمیگردیم. میدونم که خیلی خسته هستیم و روز خسته کننده داشتین. روزیتا خبر توییتری نوشته نشستم تقریبا 60 دقیقه از بازی اول جام ملت‌های آسیا بین استرالیا و کویت رو دیدم، خیلی بازی خوب و پرموقعیتی از آب در اومد، برعکس تصورم. این نظر این کاربر بود. در فیسبوک آرش از کاربرانمون میگه به نظر من تیم ملی باید جای بهترین ها باشه بدون توجه به سن، چرا باید کسی که بهتر بازی میکنه به خاطر سنش کنار گذاشته بشه؟ ایرانی یکی دیگه از کاربرانمون میگه
ورزش سیاسی در دنیا جایی نداره. برنامه این هستش که برعکس همه جای دنیا، کشور ما نباید طعم شیرین قهرمانی رو بچشه، چرا که در صورت قهرمانی ایران کنترل مردم سخت هستش و بهتر هستش که از نظر امنیتی اینها برنده نشن تا مردم هم خوشحال نشن. یاسر، یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک روی خط، میگه حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که تیم ملی ما بتونه قهرمان بشه، حاصل ما از حضور در این عرصه ورزشی بزرگ چی میتونه باشه؟ قهرمانی هیچ فایده ای برای ما نداره. با توجه به میانگین سنی این بازیکنان روی تیم ملی نمیشه هیچ حسابی باز کرد. ای کاش ما هم میتونستیم مثل تیم های بزرگ آسیا مانند کره جنوبی، حداقل 50% تیممون از بازیکن های امید بودن، که این کار میتونست پشتوانه ای باشه برای جام جهانی 2018 در روسیه. یک گزارشی هم football.ir منتشر کرده بود به نقل از علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، با بیان اینکه وضعیت تیم ایران در استرالیا خوبه، گفته بودن که ما 7 فینال تا قهرمانی آسیا در پیش داریم و مهمترین مسابقه ایران در مرحله گروهی بازی با بحرین هستش. این هم صحبت آقای کفاشیان بود. پیامگیر برنامه روی خط هم هست، 202-382-7205. پیامی داریم که با هم گوش میکنیم. امروز واقعا نشون داد که استرالیا تیم فوق‌العاده خوبیه و همچنین کویت. در واقع کویت درسته که 4 گل خورد ولی خیلی بازی خوبی کرد. به نظر من اگه یکم لایه‌های دفاعش منسجم‌تر بود میتونست حتی حداقل بازی رو مساوی تموم کنیم. ولی خب استرالیا تیمی که ما باید واقعا ازش بترسیم. ولی خب کادر فنی ما یک مزیت خوب داره، اونم کارلوس کیروش. امیدوارم که بچه‌ها با وجود دانش فنی که کیروش داره بتونن تاکتیکای و افکار تاکتیکی او رو پیاده کنن. حمید از تهران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. حمید بفرمایید. ببخشید آقای سفری. خواهش می‌کنم، بفرمایید. با این بازی‌های تدارکاتی که تیم ملی ما انجام دادن در مقایسه با تیم‌های همگروه ما، مطمئناً در جام ملت‌ها به مشکل می‌خوریم. این ضعف فدراسیون فوتبال ما را می‌رساند که نمی‌توانیم بازی‌های تدارکاتی قوی را ترتیب دهیم. اگر فدراسیون این مسئله را قبول کند، پس باید گفت کیروش از رویایی با تیم‌های قوی می‌ترسد. در مجموع تیم ملی ما بازی‌های تدارکاتی خوب نداشت، در عوض هم گروه‌های ما بازی خوبی با تیم‌های همرده یا بالاتر از خودشون داشتن و نتایج خوبی را هم کسب کردن. با تشکر. ممنونم. سعید از کرمان هم روی خط هستیم، بفرمایید. سلام. سلام. خیلی سلام. با سلام و درود خدمت آقای سفری، خانم ایراندوست و مهمان برنامه آقای وارث. بفرمایید. متشکرم. به نظر من با تدارکات ضعیفی که تیم ملی انجام داده، تنها دلیل عمده موفقیت تیم ملی میتونه وجود آقای کارلوس کیروش به عنوان یک مربی زیرک و باهوش روی نیمکت باشه. آقای کیروش نشون داده که در بازی‌های قبلی و در جام جهانی میتونه خوب بازی خونی کنه و با یک بازی تدافعی با این مهره‌هایی که داره دیگه نمیتونیم حمله کنیم، باید تدافعی بازی کنیم، یه گل بزنیم بکشیم عقب. امیدوارم بتونه از گروه صعود کنه و ما تا نیمه‌های احتمال داره به خاطر وجود آقای کیروش بریم، ولی اما بعید می‌دونم به قهرمانی برسیم. ممنونم که اومدین روی خط. ناصر هم از ایران روی خطیم، بفرمایید ناصر. با درود خدمت شما و همکاران عزیزتون، همچنین کارشناستون آقای وارث. در مورد تیم ملی من نظرم اینه که حداقل سوم برمیاد، این نظر شخصی خودمه، ولی آقای کیروشتون خیلی واقعا مربی بزرگیه. آقای کیروش اگه بذارنش یه مدتی تو مسابقات مشخص بود که مربیای دست دوم لیگای دست دوم تو کارش دخالت میکردن، نمیذاشتن که کار خودش رو انجام بده، یا بعضی وقتا میخواست که بازیکنها ببره سونا مثلا، این رو میگفتن نه اینا رو نبر، بالاخره تو کارش دخالت میشه. عرض کنم خدمت شما، بعد بازیکنها، در مورد بازیکنها بگم، الان شما بازیکنها زمان شاه بزرگ ایران ببینید چقدر با، یعنی اصلا کیف میکنیم و خود اونها رو میبینیم چقدر خوب بازی میکردن. من چند روزی که بازی دیدم ازشون، یعنی اصلا آدم لذت میبرد، به هیچ کی گوش نمیدادن، فقط گل میزدن.
بعد من یه سوال از آقای وارث دارم. بفرمایید. چطور فوتبال مثلا ایران می‌بینید با یه تیم مثل آرژانتین خیلی خوب بازی می‌کنه، بعد می‌بینید با یه تیم عربی مثل عراق مثلا افتضاح بازی می‌کنه، بعد در آخرین صحبت‌هام بگم خیلی امروز لذت بردم که استرالیا یه تیم عربی رو نابود کرد. خیلی ممنون که اومدین روی خط روزی. تا یکی از کاربرانمون به نام ماجیک در اینستاگرام میگه تا وقتی که کیروش رو داریم غم نداریم، چون بهترین مربی در طول تاریخ جام جهانی بوده و نباید فراموش کنیم کارنامه بچه‌ها هم تا به الان خوب بوده، امیدوارم که صعود بکنن. کاربر دیگه دقیقاً برعکس این کاربر نظر داره به نام حیدرزادگان در اینستاگرام، میگه مقایسه امتیاز این دور جام جهانی با دور قبل نشان عقب‌گرد بوده و در ضمن اگر تبلیغات برخی نبود نتیجه کار کارلوس کیروش در جام جهانی چیزی جز 90 دقیقه در زمین خود موندن و پشت توپ سنگر گرفتن نبوده. کافیه تیم ملی رو با تیم‌های کاستاریکا و الجزایر و تیم‌های همسط یا پایین‌تر از خودشون مقایسه کنیم و متوجه میشیم که کیروش کاری نکرده جز تبلیغات. این هم نظر این کاربر بود. تهران پرس هم در توییتر توییتی رو گذاشته که عصبانیت شدید کیروش از دو بازیکن پس از بازی ایران و عراق که شایعه قهر سردار آزمون و انصاری فر بوده. در این گزارش که تهران پرس رو منتشر کرده میگه ابتدا گلزن تیم ملی تعویض شد، روی نیمکت نشست، اما به محض تعویض انصاری فر آزمون روش رو برگردوند تا این بازیکن رو نبینه، با اون روبرو نشه. همین موضوع باعث شایعاتی شده که میگه به نظر از حقیقت دور نیستش و باعث ناراحتی آقای کیروش هم بوده که به شدت عصبانی شده. آقای وارث، شما این توییت رو من خوندم، شما هم شنیدین، به نظرتون واقعیت داشته؟ چه نظری دارین در مورد این آزمون با انصاری فرد؟ بله، والد نظر خاصی ندارم چون ندیدم، اما اینجور چیزا به هر حال توی تیم‌ها خیلی مسائل مهمی نیست پیش میاد، به خصوص در اون لحظه‌ای که به هر حال گرمه رقابت و بازی و اینها هست، شاید برخی کارهای افراطی هم انجام بشه. من خیلی چی نمی کنم، یعنی نمیگم که کار خیلی بدی بوده، احتمالاً در حد شایعه بوده. بله، ممنون. پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط هم پیام‌هایی رو دریافت کرده، اجازه بدین یکی از این پیام‌ها رو همکارانم آماده کردم با هم دیگه گوش می‌کنیم. ایرانی‌ها همیشه ثابت کردن که با غیرت و جوانمردی تو همه جبهه‌ها پیروزن، صرف نظر بازی های تدارکاتی، اما ایرانی همیشه ایرانی است. 8 سال پیش بازی ایران و استرالیا عزیزان جایتون نره. امیدواریم که انشالله این دفعه هم قهرمان آسیا بشیم. نرگس خانم هم حرف دارد. ایران قهرمان میشه. خدا حافظ. instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین در مورد جام ملت‌های آسیا و فوتبال ایران. علی از ترکیه روی خط هستین. علی بفرمایید. شما بتونید بگوی کاغذ ایران، استرالیا و کره جز سه چهار تیمی هستن که باید بیان بالا، هرچند که فوتبال یه بازی اتفاق هاست، اما ما بازی استرالیا را اگه دقت کنیم، استرالیا وزن کنیم یکیش از کره خورده، ولی این انگیزه و محیط خودش باعث شد که چالیش بزنیم. ببینید، ما فوتبال عرض کردم خدمتتون تاکتیک و تکنیک و انگیزه و رابطه تلفیقی داره، تجریدی نداره. ما الان بهترین مربی داریم به خصوص در آسیا، کنیم که تو استرالیا بهترین مربی داریم و یه مربی حرفه‌ای که با تمام تاکتیکای فوتبال آشنایی داره، به خصوص فوتبال این تیمان که هستن و تیم خودش، و بهترین ترکیب رو داریم. ما هنوز هم منوزه بازیکنان رو یه سرگردم اگر تک تک نگاه نکنیم یه سرگردم بالتر از بازیکنان حاضر توی آسیا هستن، اما انگیزه
انگیزه ای که تونست ظرف دو دقیقه بحث خوردار از اینا بوده، ظرف دو دقیقه اون چیز به وجود بیاده جز استثناءات بوده، انگیزه این ستا رابطه تلفیقی داره. من نمیدونم در آقای باعث بهتر میدونم در استرالیا در این تیم اون انگیزه وجود داره یا نه. اگر این ستا با هم وجود داشته باشه ما باید خوشبین باشیم که تیم جز چهار تیم میشه و حتی امکان اول شدن هم داره. ممنونم. خسرو هم از شیراز روی خط هستیم، بفرمایید. ما جناب آقای سفیری وقت شما بخیر. آقای سفیری من خیلی تشکر میکنم از اینی که به موضوعات ورزشی هم توی برنامه روی خط پرداخته میشه، ولی من یه پیشنهاد دارم با توجه به اینی که شخصیت شما و خانم روزیتا توی ذهن مخاطبین صدای آمریکا بیشتر عنوان یک شخصیت سیاسی هست، اگر بشین اجرای این برنامه ورزشی روی خط رو به آقای عمادی یا دوستان دیگری که تو این زمینه بیشتر کار کردن به نظر من خیلی مناسب تر هست. ممنونم. توجه به اینی که ما الان البته این پیشنهاد بود، شما اگر در مورد موضوع برنامه میخوایی صحبت کنیم بفرمایید چون وقت برنامه کمه. بله چشم. و از حضور که میخواستم بگم با توجه به اینی که الان توی بازی های جام ملت ها هستیم اگر که تعداد برنامه های ورزشیتون هم افزایش بدین خیلی فکر کنم مناسب. ممنونم. شما صدای آمریکا رو دنبال کنید، در برنامه های خبری حتما اخبار ورزشی جایگاه خاصی خواهد داشت. آقای وارث، همه کارشناسا و تحلیلگرا همیشه یه چند تا تحلیل برای خودشون نگه می‌دارن که معمولاً هم بروز نمیدن. یک دو تا از اون تحلیلایی که برای خودتون نگه داشتیم به ما بگین. من خوشبختانه از بین صحبت‌های دوستان یکی دو تا صحبتی که شد همون تحلیلی است که به قول شما من کنار گذاشته بودم. یکی از دوستان پرسیدن که چطور ما جلوی آرژانتین بازی خیلی خوبی رو انجام میدیم به زمینشان و جلوی تیم‌هایی که به اصطلاح پایین‌تر هستند و ضعیف‌تر از آرژانتین هستند اینطور نیست کار ما. دوست دیگری در مورد انگیزه صحبت کردن. به نظر من یکی از فاکتورهای بسیار پر اهمیت، شاید تنها فاکتور، انگیزه هست. ببینید وقتی ما تعریف کیروش رو میکنیم، کیروش هم قطعا اشتباهاتی میکنه، کیروش اصلا ممکنه با این تیم حتی از گروهش هم یه موقعی بالا نیاد، اما کیروش به خاطر سوابقش، به خاطر اینکه در جای درست نشسته، با پارتی بازی نشسته، سابقه داره، اسم داره، رزیومه داره، این در بازیکن تیم ملی انگیزه ایجاد میکنه. یعنی او حاضر برای چنین مربی فهیمی از دید او بهتر بازی کنه. بازی تدارکاتی یکی دیگه از مراحلی است یا چیزهایی است که انگیزه ایجاد میکنه. وقتی یه بازیکن ببینه هیچ تیمی با تیمش بازی نمیکنه، وقتی یه بازیکن ببینه که فلسطین هم حتی میاد، من نمیخوام تیم فلسطین و کشور فلسطین رو اصلا بیارم پایین یا چیزی، ولی تیم فوتبال فلسطین به هر حال خیلی براش خوبه که با تیم ما بازی کنه، ولی اینها هم میان در آخرین لحظه به اصطلاح بازی رو حذف میکنن یا لغو میکنن، این انگیزه رو میاره پایین. وقتی استادیوم شاده به تیم استرالیا انگیزه میده. دیشب وقتی این تیم یه گل خورد تمام این استادیوم، زن و مرد، کودک و بزرگ، خانواده ها، یک صدا تیم استرالیا رو تشویق میکردن و ایجاد انگیزه میکنن. ما همواره که نمیتونیم با دادن اینم $1,000 پاداش و $2,000 پاداش، اونم برای بازیکنانی که اینقدر امکانات مالی خیلی خوبی دارن، انگیزه ایجاد کنیم. انگیزه ایجاد کردن هنر سازمان ورزشه، هنر فدراسیون فوتباله، هنر دست‌اندرکاران ورزشه. انگیزه یعنی چی؟ یعنی ما قادر باشیم با انجام حرکت‌های مختلف بیشترین راندمان رو، حد اکثر توانایی یک بازیکن رو قادر باشیم در زمین به نمایش در بیاوریم. اگر این کار رو کردیم، همونجور که عرض کردم لیگ خیلی خوب، شما اگه آبخوری استادیومت هم بد باشه این به انگیزه بازیکن لطمه میزنه. اگه برنامه ورزشی تلویزیونت خوب نباشه به انگیزه بازیکن سفر. آقای وارث، برمیگردیم به ادامه صحبت با شما، اما اونو نگفتیم به ما، حتما دوباره از شما میپرسیم. روزی تا خبر ورزشی
در توییتر میگه جلسه فنی کارلوس کیروش و بازیکنان تیم ملی پیغام ایران برای تیم‌های عربی که در این گزارش اومده تنها دو روز به برگزاری بازی ایران و بحرین باقی مونده و کارلوس کیروش آخرین توصیه‌های خودش رو به بازیکنانش داشته. کیروش گفته که باید قدرتمند شروع کنیم تا به حریفان گروه همون پیغامی رو بدیم که کاملا آماده هستیم. در ادامه کیروش این روزها میگه از بازیکنان خواسته که همه چیز از جمله امکانات و مشکلات رو فراموش بکنن و تنها روی مسابقه تمرکز بکنن. در اینستاگرام کاوه از کاربرانمون میگه فوتبال ایران رو با چی مقایسه میکنیم؟ فوتبالی که از پایه غلط، نه مدیریت درست، نه باشگاه درست و نه برنامه ریزی درستی داره. جدیداً هم که سیاست وارد شده، پس فوتبالی که دیمی دنبال میشه انتظار نتیجه دیمی هم باید از اون داشته باشیم. در طول دوره‌های میگه گذشته هم ما بر اساس هنر فردی و تعصب تیمی تونستیم موفقیت‌هایی داشته باشیم. البته هر وقت هر مربی بزرگی در تیم داشتیم نتیجه قابل قبولی بوده. چند تا از این مربی ها رو نام برده، آقای مهاجرانی، دهداری، ایویش و حالا هم آقای کیروش. پس هم میتونیم از گروه حذف بشیم هم تا فینال بالا بریم. کاربر دیگه هم به نام کامران میگه متاسفانه این تیم برای قهرمانی بسته نشده و فقط ممکنه تا با شانس به قهرمانی برسه، مثل قهرمانی چند سال پیش یونان در اروپا که فقط با سیستم دفاعی و شانس و حداقل گل به قهرمانی رسید. البته امیدواریم ایران هم مثل یونان بتونه قهرمان بشه. نگاهی هم میکنیم به چت زنده فیسبوک روی خط. شکوریان میگه این تیم از نظر آمادگی و بازی‌های مقدماتی در سطح پایینه و انتظار معجزه از این تیم نباید داشته باشیم. کاربر دیگه‌ای هم به نام محمد رضا میگه ایران مطمئناً جزو 4 تیم اول خواهد بود. مسعود. بله، نریمان از لرستان روی خط هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. خوب هستید؟ ممنونم، بفرمایید. صدای شما پخش میشه، بفرمایید. الو، سلام آقای سفیری. سلام، بفرمایید. آقای سفیری، صداتون قطع و وصل میشه، اگر که مجددا تماستون برقرار شد برگردیم. سعید از لنگرود روی خطیم، بفرمایید سعید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو کم کنید. سعید از لنگرود. سلام آقای سفیری، خسته نباشید. ممنونم، بفهمید. راجع به جام ملت‌ها این نکته قابل توجهی رو که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که یه ضرب المثل است آقای کیروش دست پیش گرفتن به نظر من دیگه پس نیستن. از همین الان بازی‌های تدارکاتی و نمی‌دونم نبود امکانات و اینا رو بهونه کردن یه جورایی بوله یا گفتنی بعد هز یا به هر دلیلی که موفق نشدن حرف ایشون به کرسی نشسته باشه. تیم ملی ایران خیلی 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 بیشتر از تیم‌های عربی باید بالاتر و یه سرگردن حتی چند سرگردن میتونی بالاتر فرض کنیم. ایشون بازی‌های تدارکاتی رو مثال میزنن. چه بازی‌های تدارکاتی؟ الان همین بازی‌ها خودشون به نظر من اینو بازی‌های تدارکاتی اصلا برای تیم ایران. تیم‌های عربی در حد تیم ملی نیستن. پس چرا تیم ایران در 35 سال گذشته به مقام قهرمانی به نظر شما نرسیده؟ حق با شماست، در مقام قهرمانی نرسیده. ما مثلا جام جهانی آی کیروش اومده بازی کردن خیلی ها مثلا به نظر خودشون. پس بنابراین امکانات تأثیر داره، نمیشه این تأثیر امکانات برنامه ریزی و مدیریت رو نادیده گرفت. ممنونم که اومدین روی خط. امیر از کانادا هم روی خط هستین. امیر بفرمایید. سلام عرض میکنم. بفرمی. من فکر میکنم مقایسه تیم ملی ایران امروز با 40 سال پیش مقایسه درستی نیست، چون در زمان 40 سال پیش تیمای آسیا تیمای موفقی نبودند. رقیبای ایران عراق و برمه بودند. امروز تیمای ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، تیمای خلیجی، تیمای عربی همه تیمای خوبی هستند. دلیل موفقیت ایران اگه موفق نمیشه، خب رقابت خیلی بهتری هستش تو آسیا. تیم ایران هم تیم خوبیه. من فکر میکنم آقای کیروش تیم خیلی خوبی داره، اندازه خط دفاعی، میانه، حمله. و از قدیم هم گفتن توپ فوتبال توپ گرده، هر اتفاقی تو زمین میفته. این اتفاق ما برای برزیل تو جام جهانی دیدیم، یا اسپانیا حتی
که قهرمان اروپا و قهرمان دنیا بود و عود شد. این دلیل بد بودن مربی یا نبودن امکانات برای اسپانیا یا برزیل نبود. اتفاق تو زمین فوتبال میفته، یه گل میخوری نمیتونی جبران کنی، میبازی عود میشی، یا یه گل میزنی دفاع میکنی میری بالا. تیم ایران تیم خیلی خوبیه به عقیده من، فقط رقابت ها شدید تره تو اروپا، تو آسیا تیمای خیلی بهتری هستن تو آسیا الان دیگه. و ممنونم امیر از اینکه اومدین، ممنونم اومدین روی خط و از اینکه آرزوی موفقیت میکنین. اجازه بدین یک تنفس بگیریم برمیگردیم. خیلی ممنون، خداحافظ. اکران این هفته با دو فیلم. یاد آن افسانه کردی عاقبت، داستان یک ساز به روایت یک استاد. فشاری که گیری میره که دست ظریف دست را خراب بکنه. ستارساز ساخته حسین حدیثی. مردمان دهل میزنند تا زمین بلرزد. فصل چیدن گردوها، کاری از لقمان قاسمی. اکران شنبه 8 شب تهران. یکی دیگه از کاربران توییتر به نام علی میگه رقبای ایران، بحرین و امارات و قطر هر کدوم بیشتر از 10 بازی دوستانه داشتن، اون وقت ایران فقط یک بازی با کره و یکی هم با عراق. این هم نظری بود که خب خیلی از کاربران اشاره کرده بودن که اینها بازی‌های تدارکاتی خیلی کم داشتن. یک گزارشی هم از سایت football.ir براتون انتخاب کردم که در تیترش میگه TSM Plug گفته که بحرین با امید بیشتری به استرالیا اومده. در این گزارش به نقل از این سایت اومده در گزارش که در خصوص دیدار تیم ملی فوتبال ایران در مقابل بحرین میگه ایران در اولین بازی خود در مرحله گروهی و رقابت‌های جام ملت‌های آسیای 2015 به مسافه بحرین خواهد رفت. تردیدی نیست که ایران یکی از مدعی‌ترین تیم‌های این دور از مسابقات آسیا هستش. اونها کارنامه خوبی در این رقابت‌ها دارن. این تیم در کارنامه سال‌های گذشته‌اش مقابل تیم‌های بزرگی مثل برزیل، آلمان و آرژانتین بازی کرده و رقابت سختی مقابل بحرین داره. کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران بازیکنان بزرگی رو پیش از شروع مسابقات به تیم آورده. این مسابقات بعد از جام جهانی برای اون تورنمنت ساده‌ای نخواهد بود. در اینستاگرام نسرین از کاربرانمون میگه فکر نمی کنم بازی ایران و عراق توانایی ایران رو به درستی نشون داده باشه. هر وقت تیم ملی ایران تونست با یک تیم قدرتمند فوتبال زیبا و قابل قبولی از خودش نشون بده، اون وقت میشه گفت که به تیم ملی و کیروش امیدوار بود. یکی دیگه از کاربرانمون به نام آرشام در اینستاگرام نظر گذاشته، میگه تیم ملی ایران بازیکنان خوبی داره ولی دو مشکل اساسی داره. یک، مشکل بودجه و حمایت مالی از تیم. دو، هماهنگی تیم. آقای وارث، من یک سوال از شما دارم. برخی از کاربران به مسئله ناهماهنگ بودن تیم ملی اشاره کردن. شما تا چه حد این رو مؤثر میدونین در وضعیت تیم ملی؟ برعکس اعتقاد دارم تیم ملی ایران بسیار تیم هماهنگی است، منتها هماهنگ در اندازه هایی است که این تیم با هم بوده. از لحاظ اردو یکی از طولانی ترین اردوها رو تیم ایران داشته. مثلا این آقای برنز که دیشب ضربه سرش به تیر دروازه خدمت شما عرض کنم کویت خورد در بازی با استرالیا، استرالیا کویت، این نیتو برنز 8 روز پیش لیگ استرالیا رو بازی کرده. ببینید در آستانه این مسابقه با بحرین رفتن به اعتقاد من به جز جز مطالب این که باید لیگ می بود، لیگ تعطیل می شد، آیا به خاطر مثلا 13 بازیکن از این 23 بازیکنی ما داریم فقط 13 بازیکنشون در لیگ ایران بازی میکنن و شما نگاه کنید الان مثلا 600-700 تا بازیکن در ایران بازی نمیکنن. آقای کیروش 13 تا بازیکن از ما میخواست. آقای کیروش نگفت لیگو تعطیل کنید و نباید لیگ تعطیل میشد به اعتقاد من، به خاطر اینکه به هر تیمی کمتر از یک بازیکن میرسه در این تیم.
ما میتونستیم این بازیکن‌ها رو در اختیار آقای کیروش قرار بدیم و باشگاه هم باید تحمل می‌کردن. باشگاه بودجه دولتی دارن، پول شخصی نیست که حالا بگن من پولمون از بین میره اینا. اما رفتن دنبال این جزئیات خیلی به ما کمک نمی‌کنه. ضمن اینکه از آقای کیروش هم توقع بیش از حد نباید داشته باشه. ما نگاه کنید مثلا آقای کاپلو که از نظر اسم و رسم خیلی از آقای کیروش جلوتر هست، سرمربی تیم ملی فوتبال شده روسیه بودن در جام جهانی و فوتبال روسیه خود به مراتب پیشرفته تر از فوتبال ماست، اما ببینید چه نتایجی بدی در جام جهانی گرفت و ایشون هم حذفش نکردن. الان هنوز مربی تیمه و قطعا در جام جهانی 2018 تیم روسیه رو هدایت خواهد کرد. ما فکر کنم اگر یه مقداری بیایم ببینیم چه کاشتی و چه بایستی درو بکنیم جلو میریم. ضمن این که یه مقدار امیدواری من، نه من، هر کسی که به جدول مسابقات نگاه میکنه، حتی تو جام جهانی هم همینه، جدول خیلی مهمه، بازی‌های سنگین در تورنمنت خیلی مهمه. من در دوره‌های پیش هم علی‌رغم اینکه ما نبردیم جام ملت‌ها رو، تیم ایران رو تیم ناموفقی نمی‌دانم. در 2007 ما در مالزی که مسابقه بود تا با ضربات پنالتی فقط در مقابل کره ای که نهایتاً آمد و فکر کنم اول یا دوم من ذهنیت ندارم شد، بازی رو واگذار کردیم. حتی در 2011 قطر هم ما در وقت اضافه به کره باز باختیم با یه تکل در دقایق آخر. یعنی ما همواره علی‌رغم این که بعضی مشکلات رو داشتیم در آسیا، همواره ما جزء 3-4 تا تیم اول بودیم، 3 دور قهرمان شدیم. من با اون دوستمونم موافق هستم که نباید فوتبال امروز با 40 سال پیش در نظر گرفت، اما این رو هم میدانم که اگر روند جام تخت جمشید، روند اون حرکتی که فوتبال ما داشت، نفوذی که داوری ما، فوتبال ما در سطح آسیا داشت، ادامه به اون شکل پیدا کرده بود، قطعا ما با قول اون دوست عزیزمون گفت نه یه سر گردن، 3-4 سر گردن بالاتر بودیم. ممنون آقای فارس. ممنونم. فقط در یک جمله بفرمایید پیشبینیتون در مورد بازی با بحرین چیه؟ خیلی کوتاه. بحرین رو ایران میبره. ممنونم آقای وارث از همراهیتون با برنامه روی خط با تا خبرهای خوش در آینده. شما رو به خدا میسپاریم. شاهین از ایران روی خط هستیم با اسکایپ، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. بفرمایید. من امیدوارم که بازیهای ایران مثل بازی ایران و کویت، این اتفاقی که تیمای عربی انجام دادن، یعنی وقتی یه گل میخورد یه گل میزنن همه تیم میرن تو دفاع و شروع میکنن وقت کشی. بازی امروز کویتیا چند مرتبه این کارو کردن، به خصوص وقتی که جلو بودن خودشون رو مینداختن رو زمین و سعی میکردن وقت بازی از بین ببرن. امیدوارم که تو بازی برای ایران این اتفاق براشون نیفته. ممنونم. مطلب دیگه این که من امیدوارم که شما هم اینقدر این بازی ها رو سانسور نکنید و پرچم شیر و خورشید هم نشون بدید. شما فقط پرچم جمهوری اسلامی مثل که علاقه دارین فقط این پرچم رو نشون بدید. آقای ممنونم که اومدین روی خط. شاهین، پرچم شما در مورد پرچم که صحبت میکنیم، ما در مورد پرچم رسمی کشورها صحبت میکنیم. ایرج از لرستان روی خطیم، بفرمایید. علی از تهران روی خطیم. سلام و عرض ادب. بفرمایید. به نظر من کیروش مربی باهوشیه، ولی چون بازیکنای خیلی بزرگی در اختیار نداره، مجبوره از همون تاکتیک دفاعی استفاده کنه و نیم نگاهی به ضد حمله داشته باشه. بله. و بذات فوتبال ما هم همینه، ما نباید از آقای کیروش انتظار معجزه داشته باشیم. ممنون. ممنون که اومدین روی خط. محمود از تهران، بفرمایید. محمود از تهران روی خط، این صدای منو میشنوید؟ صدای بندر دارین؟ بله، بفرمین. بله، من سلام از من خدمت شما خانم ایراندوز و آقای ورزش و مردم هم که دش بردن. من به سه مطلب خیلی خلاصه اشاره بکنم. یک، ما همه ایرانی هستیم، ما الان وقت میگذاریم سعی میکنیم نیم ساعت پشت خط میمونیم که عرقمون رو نشون بدیم. من خواهشم این هستش که دوستان به فوتبالیستامون فکر بکنن، اونها توی این تورنمنت ها آرماناشون رویاهاشون رو میخوان به واقعیت نزدیک بکنن. با این انتقادهای تقریبا بیمعنی، من توقعم این هستش که بدونن که بچه ها در
استرالیا این کامنت ها رو دقت میکنن و در رویشون تاثیر داره. در مورد دوم، با همه خب تاییدی که پشت آقای کیروش هست، قطعا آقای کیروش با انتخاب تیم ملی ایران اهدافی داره و اعتقادی داره به بازیکنایی که انتخاب کرده و همونجور که آقای وارث به عنوان کارشناس نظر دادن، اردوی ایران کم نبوده و ای کاش که ایشون الان تشریف داشتن، از بنده رو تایید میکردن. همه تیم‌های بزرگ دنیا هم در مراحل آخر آمادگی برای یک تورنمنت بزرگ معمولاً بازی‌های ساده‌ای رو انتخاب میکنن که بتونن اون کار تیمی و تاکتیکی که دارن بتونن قبل از بازی‌های رسمی بتونن هماهنگ بشن با هم دیگه و این اشتباه نشه با بازی‌های تدارکاتی که خب حالا بنا به دلایلی ما نداشتیم، ولی به جاش اردوی مناسبی داشتیم که با آقای وارث هم بهش اشاره کردیم. ممنونم که اومدین روی خط. ممنونم. خواهش میکنم روزیتا. از کاربران صفحه فیسبوک روی خط میگه من خیلی به تیم امیدوارم، کارلوس کیروش کسی هستش که اجازه بازیکن سالاری نمیده و بعد از مدت‌ها پس از سال 2006 ما یک تیم داریم که متکی به ستاره خاصی نیست. این نظر آرش بود. کاربر دیگه هم به نام بهنام میگه ایران همیشه در آسیا میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، بازی اول و دوم خیلی اهمیت داره. علی هم میگه تیم آقای کیروش هر روز داره بهتر و بهتر میشه، امیدوارم نتیجه خوبی هم بگیریم در بازی‌های جام ملت‌های آسیا. شهرام میگه وضعیت تیم خیلی خوب نیست، امیدوار نیستم. گلایول میگه که تیم خوب و یک دستی داریم، تنها مشکل تیم بازی‌های تدارکاتی. حریفای ایران بازی‌های زیادی داشتن ولی ما بازی تدارکاتی نداشتیم، همون مسئله که برخی دیگه از کاربران هم بهش اشاره کرده بودن. مروتی یکی دیگه از کاربرانمون در اینستاگرام هست، میگه طبق آخرین رده‌بندی فیفا تیم ملی ایران با 588 امتیاز اول آسیاست و 51 جهان. خیلی عجیبه این همه اختلاف بین فوتبال آسیا و دنیا، امیدوارم حداقل تیم ملی بتونه کمی مردم رو شاد بکنه. مسعود. بله، ما تلفن‌های زیادی داریم، امیدوارم که در دقایق پایانی ما رو همراهی کنیم با نظرهای کوتاه. محمد از رودهن بفرمایید. سلام بفرمایید. خسته نباشید. ممنونم. من میخواستم بگم که ایران با این پتانسیلی که داره، با این مربی خوبی که داره، اگه اون بازی که در مقابل آرژانتین انجام داده میتونه تو آسیا آقایی کنه. ممنون محمد. آقای یه چند صد کیلومتر که از رودهن رد شیم، آقای طالبی از ساری روی خط هستیم، بفرمایید. سلام آقای سفیری، خسته نباشید. ممنونم. به نظر من تیم ملی ما با تدارکاتی خیلی ضعیفی که داشته، که یعنی انجام نداده، هیچ بازی‌های تدارکاتی که انجام نداده، فکر نکنم بتونه یه آقای طالبی زیاد ناامید نباشید. کارشناسا میگن به تیم ایران باید امید بست. بابک از آلمان با اسکایپ روی خط هستیم. بابک بفرمایید. همکاران عزیز، دوستان عزیز، من کارشناس فوتبال نیستم ولی طرفدارم و به نظر من این دیگه روتین شده. ما در طی سالهای اخیر میدونیم که تدارکات خوب نداریم، فقر مدیریتی داریم، اما استعداد بچه‌های ما، فوتبالیستای ما در حوزه خلیج فارس از تیمای دورمون بیشتره، خیلی بیشتره. یعنی من مگر بچانسی بیاریم باز به اونا ببازیم، ولی رقبای ما ژاپن و استرالیا و کره جنوبی و اینا هستن و تیم ما به حال همیشه نشون داده که در موقعیت‌های سخت خوب بازی میکنه و من اینا رو تو 4 تا تیم اول میبینمشون به امید خدا. ممنونم، متشکرم، شبتون بخیر. ممنونم. در آخرین دقایق برنامه روی خط هستین، همراه ما باشید. خبری رو که براتون آماده کردم درباره نامه‌ای هستش که 185 روزنامه‌نگار ایرانی نوشتن با محکوم کردن حمله تروریستی به شارلی ابدو، که در این نامه اومده اقدام به خشونت علیه آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ای و ترور روزنامه‌نگاران در هر قالب و به هر شکل و بهانه به دست هر فرد و گروه با هر مرام و عقیده‌ای محکوم هستش. این 185 روزنامه‌نگار ایرانی همچنین گفتن که دفاع از آزادی بیان و اندیشه رو در
در مقابل هر گونه سرکوب و خشونت بدیهی ترین وظیفه خودش رو میدونن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بدون اشاره مستقیم به حمله به مجله طنز شارلی ابدو در پاریس گفته که خشونت تروریسم چه در کشورهای منطقه و چه در اروپا و آمریکا محکوم هستش. البته پیش از این هم خانم افخم مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو رو محکوم کرده بود و گفته بود هر گونه حمله تروریستی علیه انسان‌های بی‌گناه با تعالیم اسلام مغایر هستش. برمیگردیم مسعود. بله، یک هفته دیگه هم به پایان رسید، اما هفته دیگری که در پیشه یک مقدار هیجان انگیزه برای بازی ایران و بحرین، بازی جام ملت‌های آسیا. اخبار رو دنبال کنین با صدای آمریکا، با برنامه روی خط باشین، با موضوع‌هایی که انتخاب شده و روزتا برای شما در فیسبوک منتشر خواهد کرد. حتما سری به فیسبوک برنامه روی خط بزنین. روز شنبه موضوعا رو برای شما به اشتراک میذارم. میتونین بیاین اگر پیشنهاد موضوعی دارین در پایین همون پست برای ما موضوع مورد نظر خودتون رو بذارین. به یوتیوب ما حتما سر بزنین. اگر نتونستین به هر دلیلی برنامه هفته رو ببینین، حتما بیننده اون باشین. منتظر نظراتتون از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط هم هستیم. 202 382 7205. تا دوشنبه شب روزتون خوش. روز شبتون خوش.